بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن، با آذر ماجدی هستیم در اولین برنامه که تو سال 1400 به سال ایرانی هست. آذر ماجدی، وقت خوش. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش، به تمام عزیزان سال نو رو تبریک میگم با این امید که سال 1400 بهتر و پر امیدتر از سالهای پیش باشه. امیدوارم بتونیم به یاری هم با همبستگی، اتحاد و اراده جمعیمون رو برای دنیای بهتر پیاده بکنیم. این روزها یه مقدار به حساب اوضاع تفاوت کرده، همه جا میبینی که دایره و دوحل و دنبک و این چیزا آوردن و قدیما اینطوری نبود، یه مقدار عوض شده. چرا مردم به مسئله به حساب جشن گرفتن سال نو و اینا رو خیلی بهش اهمیت میدن الان؟ راستش من همطور که شما گفتین الان مدت های طولانی است تو ایران نبودم و وقتی بچه بودیم خب یه حاجی فیروزی بود و گلی بود و هفسینی بود و تو خونه ها سال نو رو به این شکل جشن می گرفتن و دید و بازدید بود و اینها. الان راستش من دقیق در جریان نیستم که چه اتفاقی می افته، ولی اون چه که مسلمه بسیاری از این حرکت هایی که ما الان شاهدش هستیم در واقع نه هست به اسلامیگری، به اسلام، به جمهوری اسلامی که اسلام ایدئولوژیشه. اسلام با هر چیز مثبت و خوب و انسانی و شادی در جنگ و نبرده، در اونچه موزیک ممنوع و حرامه، رقص حرامه، خوشی حرامه، همش باید گریه کرد، زد تو سر و زد تو سینه و عزاداری، و به خصوص نوع اسلامی که به اصطلاح تو ایران همیشه حاکم بوده. اسلام لاقل برای من از بچگی با عذاب و درد و سیاهی و بدبختی مترادف بود و الان من فکر میکنم که یه دلیل دقیقا اینه، مردم میخوان مخالفت خودشون رو با اسلام و جمهوری اسلامی تو این قالب ها نشون بدن. در این حال یه بخشی از اپوزیسیون ناسیونالیزم عظمت طلب، رژیم سابقیا، تلاش میکنن که با دست بردن به بعضی از این سنت های تاریخی ناسیونالیزم رو پروبال بدن. من این روزها کلی توی جاهای مختلف این پیام رو دیدم در مورد اینکه چهارشنبه سوری از کجا اومد و سیاوش بود و نمیدونم سودابه بود، و بعد تو همون یه تیکه‌ای که دارن راجع به مثلا فرهنگ والای ایرانی و فردوسی و نمیدونم سیاوش و اینها حرف میزنن، توش کلی زن ستیزی و عقب موندگی میزنه بیرون. در نتیجه دو تا جهت داره، یکی ناسیونالیزمه که با آگاهی کامل میخواد ناسیونالیزم رو جلوی اسلام بذاره و ناسیونالیزم رو به عنوان یه ایدئولوژی علم بکنه در مقابل جمهوری اسلامی، و یکی خواست واقعی مردم هست در مخالفت نشون دادن مخالفتشون از اسلام و تمام اون چیزی که اسلام و جمهوری اسلامی ازش دفاع میکنه. در این حال زندگی مردم اینقدر الان واقعا سخت و مشقتبار و تلخه که آدم احتیاج به یه ذره امید و یه ذره شادی داره و نوروز میتونه این بهانه رو تامین بکنه که یه ذره شادی و مهمتر از شادی راستش یه ذره امید بیاد تو دلها، توی خونه ها و بین مردم. اخیراً یک کمپینی رو اعلام کردن، کمپین نه به جمهوری اسلامی، و به تبع کمپینی هست که نه رو خب کمونیستا، آزادی خواهان، برابری طلبان از همون روز اول به جمهوری اسلامی نگفتن و علیهش ایستادن و حتی جنگ کردن. اخیرا این کمپین در مدیای اجتماعی به اصطلاح کمی پربارتر داره پخش میشه. داستان چی هست؟ به شنوندگان ما میتونی یه شمایی بدی که جریان چی هست؟ راستش من وقتی که این رو اطلاعیه رو دیدم که یه دهی به اصطلاح کنشگر، نمیدونم 500-600 نفر امضا کرده بودن و رضا پهلوی هم یه دونه کاغذ گرفته بود دستش و
نه به جمهوری اسلامی. من راستش خندم گرفت، دیدم عده زیادی از اپوزیسیون چپ به خصوص اینو خیلی جدی گرفتن و بهش پرداختن، ولی برای من خنده دار بود. یعنی چی کمپین نه به جمهوری اسلامی؟ همه چی شده اسمش کمپین. همونطور که شما اشاره کردین، از روزی که جمهوری اسلامی سر کار اومد، لااقل ما کمونیستا بهش گفتیم نه، بلهش جنگیدیم، کلی کشته دادیم، فقط چند ده هزار نفر اعدام توی زندان ها دادیم، توی کردستان جنگیدیم علیه این رژیم. و بعد فقط ما نبودیم، مردم الان سال هاست که به طرق مختلف دارن نهشون رو به جمهوری اسلامی اعلام میکنن. مردم مدت هاست که دارن میگن جمهوری اسلامی رو نمیخوان. مردم توی دیماه 96 بود اومدن گفتن که جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. داریم راجع به بیش از 3 سال پیش صحبت میکنیم که این خیزش جدید و این دور جدید مبارزات شروع شد. مردم تو جاهای مختلف اعلام کردن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. حالا بعد از این همه مدت یه 600 نفر کنشگر اومدن گفتن ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. نه، میدونی اینو جوک کردن مبارزه است، این جوک کردن تلاش مردمه، این خندیدن به عذاب مردمه، به مادر و پدری که بچهش رو اعدام کردن و کشته دادن، بچهش تو زندانه داره رنج میکشه و واقعا واقعا جزی من نمیتونم بگم. این مثل جوکه، دقیقا مثل جوکه، کمدیه، کمدی این کاری که اینا دارن میکنن. منتها نکاتی توش هست. یکی، اومدن متوجه شدن که خب مثل این که اینا واقعا اقبالی ندارن تو ایران، مردم رژیم سابق رو نمیخوان، مردم یه بار این رژیم رو به زیر کشیدن، مردم شاه رو به زیر کشیدن، تاج رو به زیر کشیدن و با تمام اون چیزی که اون شاه و رژیم و ساواک و شکنجه و فقر و گرسنگی و حاشیه نشینی برای مردم داشت، نمیتونن اونو برگردونن، لااقل با اسم خودش نمیتونن برگردونن، باید بزکش کنن یه چیز شکل دیگه بهش بدن برگردونن. میفهمن که چپ تو ایران یه احساس عمومیه، میدونن چپ تو ایران محبوبه، میدونن سرمایه‌داری تو جامعه ایران منفوره، میدونن فقر رو مردم نمیخوان و سرخ رنگ کمونیستاست. چیکار کردن؟ اومدن سرخ رو قرض گرفتن. دیگه از این جوکتر آبی رو یه مردت آوردن، فرشگرد آوردن، ققنوس آوردن، همه این چیزها رو آوردن با رنگای مختلف، 14 معصوم آوردن. اینا دنیشون کار نمیکنه، اسلامیش که کار نکرد، 14 معصومشون کار نکرد، رفراندومشون کار نکرد، ققنوس و فرشگردشون کار نکرد، پیام نوینشون کار نکرد. گفتن چیکار کنیم؟ بیایم قرض بگیریم. اصلا بورژوازی کارش اینه، میاد هر برای اینکه جامعه رو به عقب بکشه، اون چیزی رو که مردم میخوان یه ذرهشو میگیره، آب میریزه توش، رقیقش میکنه، سعی میکنه به اسم اون چیزی که مردم میخوان بهشون بندازه. این کلک همیشگی و دائمی بورژوازی بوده و الان جمهوری اسلامی و الان طرفداران جمهوری اسلامی. اومدن سرخ و کمونیستی و چپ و قرض گرفتن، نشون اون رنگی گفتن، بعد یه تیک سیاه گذاشتن، بعد این ژستای سوشیال میدیا رو هم گرفتن، فکر کردن اگه این کارو بکنن دیگه هم جوون رو میارن و هم مدرنیزم رو میارن و هم چپ رو میارن با خودشون قاطی میکنن. اینایی که تو این مخزن به اصطلاح فکری توی واشنگتن نشستن، از ملی اسلامی و سلطنت طلب و رژیم سابقی، من نمیدونم این پول رو واسه چی به اینا میدن. اینا هر روز با یه چیزی میان بیرون، هر روز با سر میخوره زمین. واقعا یه ماه طول نمیکشه، شما به این 3 سال اخیر نگاه کنید چند تا از این کمپین ها اینو رو کردن، بعضیش 2 روزم نموند و بعد ریخت بیرون. آخه مسخره است واقعا. تو جامعه ای که کارگرش داره اینجوری مبارزه میکنه، بچه ها رو مادر پدرها دور هم جمع میشن، سال نوشون رو کنار هفت‌سین با عکس بچه کشته شده و اعدام شده یا فرزند زندانیش میگیرن، شما 600 نفر یه دفعه ثبت شدید بگید نه به جمهوری اسلامی. این خنده است، این مسخره است، این مسخره مردمه. من واقعا جز این نمیتونم ببینم و این نشون دهنده به نظر من فلاکت و کامل اپوزیسیون راست. مردم اینا رو نمیخوان، خودشونم میدونن،
هر روز یه چیزی از تو کلاهشون در میارن بیرون، بعد باید برن بایگانی کنن یه چیز دیگه در بیارن بیرون. تا این کمپین فقط یک جوک کامل زشت و بقیه. آذر ماجدی، تو بخشم به کمپین های اشاره کردی که خب بسا جنبش عظمت طلبی ایران، کسایی که بسا رژیم سابق رو میخواستن اینا بیشتر بسا در سر این کمپین ها بودن و نهادهایی که ساختن از گوگلوس و فلشگرد و از این داستان ها صحبت کردی، ولی خب الان تو این کمپینی که جدیدن اعلام شده کسایی هستن که خب خودشون رو فرض کن جمهوری خواه هم میدونستن و راستش همونطور که شما گفتین این مسخره است، ولی یه چیزی توی این حرکات دیده میشه. من یادم اتفاقا ده دوازده سال قبل بود که همین چهارشنبه سوری همین آدمایی که پشت این کمپین هستن اعلام کرده بودن که کراوات بزنین تو راه رو راه برین سوت بزنین، بعد اون بقیهشون مثلا یه عده‌شون اومده بودن کمپین فوت کردن ابرا تو ایران راه انداخته بودن. این جریان چیه؟ چرا اینطوری شده؟ چه اتفاقی تو جامعه افتاده که الان فرض کنیم مثلا شریعت مداری که خودشو جمهوری خواه تعریف میکنه، فرض کنیم مثلا با شاهی که خودشو سلطنت طلب تعریف میکنه میتونن زیر یه پرچم و زیر یه کمپین جمع بشن؟ چه اتفاقی تو جامعه ایران افتاده؟ این افق سرمایه‌داریه، برای من خیلی روشنه. اینا ممکن از نظر سیاسی با هم دیگه اختلاف زیاد داشته باشن، یکیشون نمیدونم خیلی مذهبی باشه، یکیشون کمتر مذهبی باشه، ولی همشون به جیب پولشون نگاه میکنن. سرمایه داری یا سرمایه دار به کلوفتی کیف پولش نگاه میکنه. به محض اینکه نازک میشه یا فکر میکنه داره نازک میشه، دیگه همه چی میتونه بذاره کنار، بجنگه برای اینکه این کلوفتی کم نشه. و اینها دقیقا افقشون همینه. اینها از ترس کمونیسم، از ترس چپ، از ترس طبقه کارگر این کارا رو میکنن. همشون میتونن با هم یکی بشن. اینا بخش عمدهشون توی جمهوری اسلامی بودن. همین شریعت مداری رو بگیرید که شورای مدیریت گذار رو الان آوردن، نمیدونم سازگارا رو بگیرید که یکی از این مخزنهای فکری است اونجا، نمیدونم گنجی و اینا رو بگیرید که همشون جزء آدمکشای جمهوری اسلامی بودن، یه دوره اومدن خارج که تو خارج نذارن جمهوری اسلامی ضعیف بشه و تصویر دیگه ازش بدن. اینها به خصوص از سال 88 خیلی هاشون اومدن خارج، یه دشون هم که رژیم سابقی هم تو خارج بودن، با هم دعوا دارن، دوره هم جمع میشن، نمیتونن یه سازمان رو نگه دارن، دو روزه یه سازمان میسازن، سر پست و مقام و پول میزنن تو تیپ تاپ، هم از هم جدا میشن. ولی افقشون یکی، افقشون حفظ نظام سرمایه‌داری تو ایرانه، حالا با هر شکلی که شده، و زدن کمونیستا و عقب نشوندن طبقه کارگره. اتفاقی که به خصوص تو این 3 سال اخیر تو ایران افتاده این هست که توازن قوای طبقاتی به نفع طبقه کارگر تغییر کرده. کارگرها اومدن تو میدون، برای حقوقشون مبارزه کردن، خواستای رادیکال گذاشتن روی میز، از شورا گرفته تا مجمع عمومی گرفته تا کنترل کارگری گرفته، خواستهایی که سنتاً و تاریخاً خواستهای رادیکال و چپ کارگری. الان شما رهبرای کارگری دارید که سلبریتی هست، مردم دوستشون دارن و بهشون احترام میذارن. این واقعیته. حالا اینکه آیا کمونیسم به عنوان حزب تشکل قوی ضعیفه، اینو بذاریم کنار، ولی کمونیسم به عنوان یک خواست و یک افق تو جامعه ایران قویه. چرا؟ چون کمونیسم یعنی نه به سرمایه داری، یعنی نه به استثمار، یعنی نه به اختلاف طبقاتی، یعنی نه به نابرابری، یعنی نه به فقر، یعنی نه به سرکوب، یعنی نه به شکنجه، یعنی نه به وجود زندانی سیاسی. خب این نهایی که مردم دارن میگن، نه اینا رو، نه این مردم در این حال یعنی نه به جمهوری اسلامی. این دوتا تو ذهن اکثریت قریب به اتفاق مردم، من دارم راجب کارگر و زحمت کش حرف میزنم، راجب مرفه حرف نمیزنم، راجب دو خردادی های سابق حرف نمیزنم، راجب کسایی که فقط میخوان دنیا آروم باشه اونا به خوشیشون برسن حرف نمیزنم، دارم راجب بخش عظیم مردم ایران
انسانهای کارگر و زحمت کش حرف میزنم، نه این مردم به جمهوری اسلامی کاملا برابر با نه به سرمایه داری، همونطوری که گفتم. ولی کاری که بورژوازی میخواد بکنه که اینها هم ملی اسلامی های سابق هستن و فلحال و رژیم سابقی ها و تمام اینا که الان دست به دست هم دادن با کمک دولت های غربی و آمریکا، میخوان این نه به جمهوری اسلامی تبدیل به نه به سرمایه داری نشه، نه به جمهوری اسلامی تبدیل بشه به آره به یه رژیم سابق. اینو میخوان و این کار سختیه. اینا این همه امکانات دارن، این همه پول دارن، این همه رسانه دارن، ولی این کار سختیه. فروختن رژیم سابق به مردم ایران سخته. اینا میدونن اینو. مردمی که الان خیلی روشن به اشکال مختلف نهشون به سرمایه‌داری گفتن، حالا هر نوعی که اونا ممکنه با هر جریانی باشن یا نباشن، این مهم نیست. به عنوان یه افق، افق تو ایران، افق حاکم، افق نب سرمایه‌داریه در این حال نب جمهوری اسلامی. اینا میخوان این رو سعی کنن حلش بکنن، تمام تلاششون اینه. و همین خاطر همشون با هم، من یکی از عربستان سعودی پول میگیره، یکی از آمریکا پول میگیره، یکی از اروپای غربی پول میگیره، یکی از همشون پول میگیره، از قومپرستار احزاب قومپرست کرد بگیرید تا قومپرست بلوچ رو نمیدونم فلان اینا بگیرید، تا تمام رژیم سابقیا، تا تمام این ملی اسلامیایی که به نوعی یا رژیم انداختنشون بیرون یا اینکه خود فرستادنشون که ازشون دفاع بکنه، که پرن تو آمریکا به خصوص. این واقعیته، این واقعیته که اون وقت این یک بار، یه وظیفه خیلی مهمی رو دوش ما کمونیستا میذاره که چطوری بتونیم این افق رو ما متحقق بکنیم. این مسئله است، پیچه دیگه اینجاست، هم برای ما کمونیست ها و هم برای دست راستی ها. آذر ماجدی، اتفاقا صحبتی که هست و مهمه، اگر از بسا جنبش های سیاسی اصلی جامعه شما نگاه بکنین، یه آشتی بین بخش های از جنبش ملی اسلامی و جنبش عظمت طلب ایرانی رو توی این کمپین میشه دید. و از طرفی همین آقازاده شازده که بالاخره یه روزی برای تاج و تخت و اینا دعوا میکرد، اخیراً در 8 مارس مثل اینکه جلسه سخنرانی داشته، گفته که بنده ترجیح میدهم که رئیس جمهور انتخابی باشم، حالا برای اینکه سلطنت طلبان قهر نکنن این دست این حتی دادلم از پشت بسته، گفته که مثلا من بشم ایرانبان، رئیس دولت بشه دولتبان. و فکر میکنیم که واقعا این جنبش ملی اسلامی الان داره تجزیه میشه، چرا که ما دیدیم که حزب توده از این کمپین دفاع نکرده، بخشی از آدمایی که قومی و ملی و حتی به گروهای قومی به اون صورت تو این کمپین وجود ندارن، بخش وسیعشون به نیروهای عظمت طلب ایرانی هستن و بخشی از جنبش ملی اسلامی که خودشون رو جمهوری خواه تعریف میکردن. فکر میکنیم که به یه سوی میرویم که در ایران دو آلترناتیو در مقابل جامعه قرار میخواد بگیره و این دو آلترناتیو به حساب خواستهای مختلفی رو برای جامعه میخواد ارائه بده. نظرتون در رابطه با این مسئله چیه؟ اولا من در مورد پیوستن نیروهای ملی اسلامی به رژیم سابقه توضیح بدم. منصور حکمت 20 سال پیش یه سمیناری داشت توی انجمن مارکس لندن تحت عنوان آیا کمونیسم در ایران پیروز میشه. همونجا اشاره کرد که وقتی اوضاع تغییر بکنه و مسئله به طور واقعی به اینجا برسه که باید انتخابی کرد در مقابل جمهوری اسلامی، یعنی افتادن جمهوری اسلامی دیگه خیلی موضوعیت پیدا میکنه، اونجا اکثریت قریب به اتفاق ملی اسلامی ها به کمپ رژیم ناسیونالیسم عظمت طلب که همون رژیم سابقی ها باشه میپیوندن. و این تحلیل منصور حکمت درست در اومد، دقیقا همین اتفاق افتاده. و بحث سر اینه که همونطور که گفتم علت این اتفاق این هست که باید سرمایه‌داری تو ایران حفظ بشه، این مسئله اصلی. همین سیستم اقتصادی سیاسی باید حفظ بشه، حالا چه ایدئولوژی دور برشه، طرف تاج داره یا عبا داره یا کراوات داره،
اینها دیگه اون چیزای جان مثلا دست چندمه، مسئله سرمایه داری. این اتفاقی که افتاده، این بحث که آیا این رضا پهلوی به نظر من راستش زیادی از سیاست خودش حالیش نیست. میان یه چیزی میذارن جلوش بهش میگن حالا اینو بگو اونم میگه، حالا بیا ققنوس میگه، حالا بیا فرشگرد میگه، حالا این کاغذ رو دستت بگیر بگو نه به جمهوری اسلامی میکنه، حالا بیا بگو که مثلا پیام نوینه میگه، بیا حالا از رضا شاه تعریف کن میکنه، حالا بعد چرا میاد میگه من سلطنت نمیخوام؟ به خاطر اینکه میدونن، همشون میدونن، بهشون ثابت شده سلطنت تو ایران هیچ امیدی نداره. مردم سلطنت رو به زیر کشیدن، بجز جنگ و خونریزی و رژیم چنج اینا راه دیگه نمیتونن داشته باشن برای اینکه سلطنت رو بیارن تو ایران. خب جمهوری خیلی اسم قشنگیه دیگه، به خصوص انقلابات زیادی توی قرن 18 و اینا شده، 19 شده برای جمهوری در مقابل سلطنت. این جمهوری دیگه الان تو قرن 21 معنای خیلی عجیب غریبی نداره، هیچ شکوهی هم نداره. بحث تمام سر اینه که چه نوع جمهوری، و این اون چیزی هست که الان ما باید در موردش صحبت بکنیم. به همین خاطر اومده میگه که خیلی خب من جمهوری میخوام، شما میخوای نمیخوای، شما اصلا ربطی به این جامعه نداری. بابای شما و تمام خانوادت هرچی پول تونستن از ایران بردن، تبدیلتون کردن به پوچس پولدارترین آدمای دنیا، داری تو آمریکا زندگیتون میکنید و تو اروپا، به دنبال کارتون، ول کنید این مردم رو. بازم میخوام بیاین بخورین، کم خوردین قبلا. بعد حالا رضا پهلوی هر چی میخواد بگه. رضا پهلوی تنها چیزش اسپرمشه، اسپرم رضا شاه و محمد رضا رو پهلوی رو داره، و اینها یه چهره دیگه ای ندارن. تمام بحث در اینه که اینا یه چهره ای ندارن که این چهره محبوب باشه بین مردم. همشون یه مش دوست، بخور بخور، دروغگو، پشت هم انداز. واقعا اینطوریه، مردم هم اینا رو میشناسن. خب اینا یه آدمی میخوان که هم سرشناس باشه بذارن جلوی مردم. رضا پهلوی رو ممکنه بگن بابا این مثلا نوجوان بود وقتی از ایران رفت، خودش کاری نکرده، اینطوری بخوان سعی کنن به مردم بندازن. اینا با یه جامعه ای روبرو هستن که اتفاقا عقل و هوش سیاسیش بالاست. گفتم توازن طبقاتی به شدت به ضرر بورژوازیه، از نظر سیاسی و افق دارم میگم، نه از نظر مبارزه روی زمین و قدرت. و در این حال این مردم یه انقلاب شکست خورده رو پشت سر خودشون دارن، و نسل جوان خیلی باهوشتره از ما وقتی که انقلاب 57 شکل گرفت. همینطوری هر چیزی رو نمیپذیره. درسته جامعه تراما زده است، مردم به شدت در حالت واقعا سخت و مشقت باری زندگی میکنن، اتفاقات فاجعه بار تو ایران زیاد رو میده، فقر زیاده، ولی عقل سیاسیشون سر جاشه. و این هست که کار بورژوازی رو سخت کرده برای اینکه به راحتی بتونه یه آلترناتیو راست به مردم بخورونه. اینها در تحلیل نهایی راست تنها امیدش رژیم چنجه با دخالت دولت‌های غربی، همونطور که سال 1357 دخالت کردن، خمینی رو آوردن، یه بار دیگه دخالت کنن، بخوان دستور آسیا رو دوباره بیارن به شکل دیگه ای تو جامعه سر کار، نه اسلامیش، نوع دیگه‌اش. و این واقعیتی هست که اتفاق میفته. و به نظر من تمام این بپر بپرایی که چه رژیم سابقی ها انجام میدن، چه ملی اسلامی ها انجام میدن تو اشکال مختلفش، خودش بیانگر فلاکتی هست که اینا باهاش مواجه هستن. و اون وقت آدم خندش میگیره با این همه امکانات، با این همه پول، با این همه قدرتی که دارن، قدرت مادی که دارن، اینقدر مفلوکن و نمیتونن مردم رو بیارن پشت خودشون. اگر الان انتخابات آزاد میتونستن تو ایران بذارن، اینا هیچ کنشون رأی نمی آوردن. یه تعداد رأی می آوردن، یه بخشی بهشون رأی میدادن، ولی رأی به این معنا که رژیم دست اینا بیفته و قدرت دست اینا بیفته نمی آوردن. خب آذر مازیدی، بالاخره رأی آوردن بستگی به پول داره، پول هم دارن رأی هم میارن. من فکر کنم که خب اگه یک شرایطی باشه که مردم بتونن آلترناتیوهای مختلف رو ببینن، آره اون وقت رأی نمیارن. ولی
اگه بخوان جامعه رو همینطوری نگه دارن، بالاخره پول دارن دیگه، پول یعنی پول بده رأی بگیر، اینطوری هستش. بگذاریم. آذر مازدی بخشی از چپ به خصوص به کمونیست کارگری از این کمپین رو مورد انتقاد قرار نداد و عملا یه نوعی همراهی رو ما شاهدش بودیم. چرا این همراهی وجود داره؟ اون چیزی که به اسم حزب کمونیست کارگری شناخته میشه، من اینجا لازمه قبل از اینکه وارد بحث بشم اشاره بکنم، هیچ ربطی به حزب کمونیست کارگری که در 10 سال اول حیاتش بود، وقتی منصور حکمت در قید حیات بود، نداره. این حزب هر نوع شبهه رادیکالیزم رو از دست داده و اینها روز به روز بیشتر در این سراشیب راستروی سقوط میکنن، به خصوص تو این 3 سال اخیر. چراغ سبز و آمریکا دادن تحت عنوان دیپلماسی کمونیستی، گفتن اینا همش ایدئولوژیه برای اینکه بتونن با راستا نزدیک بشن. مسیح علی نژاد رو گنده کردن، 14 معصوم رو گنده کردن، هر کمپینی اومد رفتن پشتش، به چپا حمله کردن، به کمونیستا حمله کردن، هر کاری که از دستشون برمی اومد کردن که راست اینا رو بپذیره. از اون طرف خب همونطور که گفتم، افق تو جامعه ایران، افق ضد سرمایه‌داری و سوسیالیستی تو جامعه ایران، اینا رو هم زیر فشار گذاشته. نمیتونن کامل سوسیالیسم رو بذارن کنار. یه دوره گفتن حکومت انسانی و اینا، بعد الان مجبور شدن خود عقب‌تر بکشن، هیچی نمیگن دیگه. الان نه حکومت انسانی میگن، نه هیچی، سوسیالیسم اصلا راجع به آلترناتیو حرف نمیزنن. چرا؟ بهانه‌شون اینه که سلبی اثباتیه و سعی میکنن تو اون چارچوب بشن. ربطی به اون نداره. مسئله‌شون اینه که اینا میخوان یه جوری قاطی قدرت بشن و فقط با راست هم میتونن این کارو بکنن. میخوان یه جوری به طرف راست پذیرفته بشن، منتها به عنوان یه نیروی چپ از طرف راست پذیرفته بشن. به همین خاطر اینا موزل بدی دارن. چطوری میشه هنوز هم حرف سوسیالیستی زد، هم با راست بود؟ دقیقا این شکاف طبقاتی عمیق تو جامعه اینا رو هم انداخته تو درد سر. خب نه به جمهوری اسلامی چیزی نیست که ماها نگفته باشیم. برای همین گفتم موسیکه، برای همین گفتم فکاهیه، برای همین گفتم کاریکاتوره. همه گفتن نه به جمهوری اسلامی، مردم گفتن، کمونیستا گفتن، حالا اینا اومدن پریدن وسط. من اگه بگم نه به جمهوری اسلامی با اونا مسخره است. ولی حزب کمونیست کارگری دو تا فوش میده به چپ و کمونیسم، یه دونه به اصطلاح تملق میگه به راست. این کارش بوده به خصوص تو این 3 سال اخیر و الان امیدش اینه که این کمپین شاید اینا رو هم قاطی بکنه، به خصوص که میگه خب ما گفتیم نه به جمهوری اسلامی، حالا شما هم گفتین، چرا که نه همه با هم بگیم نه به جمهوری اسلامی. و این واقعا تأسف آوره و من فکر میکنم که اینها از مدت هاست، ولی الان دیگه بیشتر، راه اشتباهی رو دارن میرم جلو. و این که اینا میتونن به این ترتیب یه جایی تو قدرت پیدا کنن واقعا تأسف آوره. شیوهی که این حزب داره نگاه میکنه، از نظر من این حزب هیچ ربطی به کمونیسم و سوسیالیسم نداره و همونطور که گفتم هیچ ربطی به حزب کمونیست کارگری یه 10 سال اول حیاتش نداره. خب آذر مازدی عملا خب یه طوری عنوان کردن که اینا هم جزء مبلغین این کمپین بودن و البته خب یه سری نهای هم جلو گذاشته بودن، میگفتن که داریم نه مردم رو تعمیق میکنیم، یعنی عملا به حساب فعالین سیاسی اجتماعی جنبش راست رو به عنوان مردم میخواستن به حساب به جامعه حتی بفروشن. که ولی این یه واقعیت عمومی هست، چپ در جامعه ایران بالاخره محبوب هست و راست هم به یک چپ ویترینی نیاز داره که برای اینکه بتونن به حساب برنامه خودشون رو توی ایران پیش ببرن. ولی چپی که واقعا از آزادی، سوسیالیسم، برابری، رفاه جامعه داره صحبت میکنه، در قبال این تحرکات چه برنامه‌ای رو باید در پیش خودش روی خودش بذاره؟
چه چیزی رو به جامعه عنوان بکنه. واقعیت این است که خب مردم عادی هم که دارن نگاه میکنن میگن خیلی خوبه که اینا هم خب جمهوری اسلامی رو نمیخوان، دیروز که دنبال آخوند خوشخیم بودن یا پاسدارایی که از مملکت دفاع میکردن، حالا میگن جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. این برای آدمای سیاسی کاملا واضح است که در این نگفتن هیچ محتوایی وجود نداره. یه مثلا پوسته رو گرفتن میخوام به سر مردم کلاه بذارن، ولی چپ چه چیزی رو باید در دستور کار خودش بذاره تو این دوره؟ راستش من همونطور که گفتم، من وقتی این کمپین رو دیدم اول فقط خندیدم و جدی نگرفتم، منتها دیدم یه دی جدی گرفتن و خب لازمه که وقتی یه اتفاقی توی عرصه سیاست به هر حال به عنوان مسئله حالا مطرح میشه باید آدم راجبش حرف بزنه. بحث تمام سر اینه که مردم، من فکر میکنم که اینا رو میشناسن. درسته که مردم ممکنه در شرایطی آسی بشن و دیگه جونشون به لبشون برسه و از روی درماندگی و فلاکت یک آلترناتیوی رو بپذیرن. این کاملا این واقعیتی هست، هم روانشناسانه میشه توضیحش داد، هم سیاسی اجتماعی میشه توضیحش داد، طی تاریخ بارها اتفاق افتاده، این یه واقعیته. و الان چنان مردم رو دارن به مرگ میگیرن که به تب رضایت بدن و اون وقت توی یه همچین شرایطی این جریانات راست میتونن توی صحنه نقشی داشته باشن و بروزی پیدا بکنن و شانسی به یک نوعی پیدا بکنن. منتها بحث سر اینه که ما، یعنی کمونیستا باید تلاششون سازماندهی یک انقلاب اجتماعی باشه. در این پروسه‌ای که داریم میریم، هنگام سقوط جمهوری اسلامی یا پس از سقوط جمهوری اسلامی، هر جایی ممکنه این تو این وسط این اتفاق بیفته، ما باید فوکوسمون رو روم بذاریم. معلومه ما میگیم نه به جمهوری اسلامی، 40 سال گفتیم نه به جمهوری اسلامی، مردم هم میدونن که ما گفتیم نه و میگیم نه. حالا بحث تمام سر اینه که الان رسیدیم به یه جایی که این جمهوری اسلامی رو باید به زیر بکشیم، ظاهرا یه خلایی اونجا وجود داره، راست اینطوری میکوشه، من چپ چطوری میکوشم؟ این اون چیزی هست که من باید جلو خودم بذارم. و مسئله بر سر اینه که طبقه کارگر ایران طبقه وسیعیه، بخش وسیعی از جامعه رو اشغال میکنه، طبقه آگاهی، سواد و فرهنگ بالایی داره، آگاهی بالایی توش هست عمدتاً، و این تمام سرمایه اون نیب کمونیستی و رادیکال به جمهوری اسلامی هست. و اینجاست که مسئله سازماندهی و سازماندهی درون طبقه کارگر، درون مردم، معلم، پرستار، بازنشسته، زحمتکش، اینهایی که همین طور دارن میان و مبارزه میکنن برای زندگی بهتر، برای دنیای بهتر، مجامع عمومی، درست کردن شوراها، اینها آلترناتیف هایی هست که ما فقط الان میتونیم بهش فکر کنیم روی زمین. و توی این شرایط که بریم برای انداختن جمهوری اسلامی، قوی باشیم که نتونه راست ما رو بشکنه، راست ما رو عقب بنشونه، و بتونیم توی شرایطی که داره جامعه دارن میبرن برای رژیم چینج، بتونیم جلوش وایسیم و از دنیای بهتر خودمون دفاع بکنیم. این همونطور که میگم کار پیچیده‌ایه، نمیگم کار ساده‌ایه، ولی این تنها راهیه که جلوی ما هست. ما نمیخوام جمهوری اسلامی بره، یه رژیم دست راستی دیگه بیاد سر کار و همین آش و همین کاسه، فقر، نابرابری، استثمار خشن، استثمار شدید، فلاکت، سرکوب، شکنجه، حالا ساواک، ساواما، بالاخره اینا باقی میمونه، اینا باقی میمونه. ما میخوام یک بار برای همیشه پدیده یه کار ارزان و کارگر خاموش از جامعه ایران حذف بشه. و این اون چیزی هست که ما باید افقمون باشه، این اون چیزی هست که ما براش باید سازماندهی بکنیم، و این اون چیزی هست که تو این شرایط برای ما مسئله نون شبه. بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن، با آذر ماجدی گفتگو می‌کنیم. آذر ماجدی، اگر به
ایران نگاه بکنیم، در یه سالی رو که در پشت سر گذاشتیم به فاکتورهای مشخصی میشه انگشت گذاشت. مسئله کرونا تو جامعه بالاخره قربانیان زیادی گرفته و فقری که تو جامعه هست و از طرفی به اصطلاح مبارزه‌ای که تو جامعه هست و امیدی که به جامعه میده. ما شاهد مبارزات کارگران بودیم، شاهد مبارزات بازنشستگان تو همین اواخر تو این اوضاع کرونایی بودیم. اوضاع ایران رو شما خودتون چطوری میبینید؟ راستش واقعا این پدیده کرونا خب تو تمام دنیا فجایع بسیاری آفرید، ولی تو جامعه ایران یکی از چند جامعه ای هست که فجایع وحشتناک آفرید. فکر میکنم یکی دیگهش فرضاً برزیله که همینطور آدم ها مثل برگ خزان رو زمین میریزن و حکومت یک سر و سوزن احساس مسئولیت نمیکنه. به نظر میرسه که حتی جمهوری اسلامی اینو به عنوان یه مائده آسمانی در نظر گرفته، برای اینکه تعداد زیادی از آدم ها از بین میرن، در نتیجه این دیگه نباید خیلی نگران باشه و بعدش مردم چنان زیر فشار قرار میگیرن که امکان سازماندهی اعتراضات رو از دست میدن. به خاطر دارید که درست قبل از پدیده کرونا ما اون آبان ماه داشتیم، اون خیزش عظیم رو داشتیم که به جمهوری اسلامی بیش از 10,000 نفر رو کشت، شکنجه کرد، زندانی کرد و مردم چگونه اومدن تمام مظاهر جمهوری اسلامی و حکومت رو آتیش زدن، یه شکل قیام پیدا کرد آبان ماه. ولی خب بعدش این پدیده کرونا مردم رو به شدت زیر فشار برد و یک ترس و ناامیدی تو جامعه آورد و الان میبینیم که علارغم اون ترس و ناامیدی و فشاری که بود، کما دوباره مبارزات یک موج دیگه گرفته. هفت تپه که کماکان سر جاش این حکومت کثیف، فکر میکنم 5 تا اگر اشتباه نکنم از کارگران فعال رو تو هفت تپه اخراج کرده، درست تو شرایط شب سال نو، لابد فکر میکنه که خب میتونه از پسش بر بیاد و این اعتراضاتی که این قضیه حتما برخواهد انگیخت. و بعد بازنشسته ها که چندین بار اومدن با شعارهای بسیار رادیکال و که این گوشه و اون گوشه کارگرای شهرداری، کارگرای هپکو نفت و غیره اعتراضاتی که سازمان دادن، اینکه هنوز زیر این همه فشار، فشار فقر، فشار گرسنگی، فشار کرونا، تمام فشارهایی که مردم دارن احساس میکنن، ما هنوز شاهد این اعتراضات هستیم، هنوز شاهد این تجمعات هستیم، به نظر من یک پدیده کاملا مثبتی راجع به جامعه ایران. وگرنه میتونستیم بگیم همه چیز زیر فشار و فلاکت تبدیل شده به یک جهنم، تموم شد، هیچ کاری نمیکنه، ولی ایران اینجوری نشده و این به نظر من اون بخش مثبتی هست که ما باید سعی کنیم روش بسازیم. ببینید از سال نوه ما انسان بدون امید هیچ کاری نمیتونه بکنه. امید یکی از مهمترین احساس ها هست که بشر رو به جلو میبره، بشر رو به تحول وامی داره، بشر رو به تغییر مثبت وامی داره. ما احتیاج به امید داریم، امیدمون رو نباید از دست بدیم حتی تو سخت‌ترین شرایط. نمیخوام موعظه بکنم، ولی به طور واقعی الان توی نوروز 1400 ما این امید رو احتیاج داریم. این امید رو باید در خودمون داشته باشیم و این امید رو باید به دست بگیریم و با این امید بریم سازمان بدیم، با این امید بریم به همبستگیمون رو تقویت کنیم، تعمیق کنیم، با این امید بریم اراده خودمون رو پیاده کنیم، با این امید بریم جمع بشیم. جمع شدن، اتحاد، همبستگی و امید، اینها اون چیزایی هست که ما احتیاج داریم برای اینکه بتونیم جلوی این رژیم بایستیم، جلوی این رژیم جنایتکار و تو این شرایط سختی که هست. به نظر من اون چیزی که فرضاً تو مبارزه کارگران هفت تپه ما دیدیم چند ماه تو تابستون تو گرمای 50 درجه زیر کرونا اینطور وایستادن و مبارزه کردن و رفتن جلو، امید بود. امید کارگرای هفت تپه رو نگه داشت، امید به تغییر، امید و اعتماد به هم دیگه. و به نظر من باید ما از هفت تپه بیاموزیم و اون امید و اعتماد رو تو جامعه گسترش بدیم. این تنها راهه. اگر میخوایم از شر جمهوری اسلامی خلاص شیم، اگر میخوایم تو جهنم نیفتیم، اگر میخوایم بتونیم یه آب خوش از گلمون پایین بره، باید امیدمون رو نگه داریم، اعتمادمون رو به اراده خودمون و به اتحاد خودمون و به قدرتمون حفظ کنیم. آذر ماجدی، به
اول ماه می داریم نزدیک میشیم. اول ماه می روز جهانی کارگر، روزی که بسیار فرصت دیگه ای هست برای مبارزه ضد سرمایه داری. فکر میکنیم که میتونه در سالی که پیش رو هست اول ماه می به یک مانیفست بزرگی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی تو ایران تبدیل بشه؟ تا اونجا که به مسحکه انتخابات برمیگرده، خب جمهوری اسلامی تا حالا با زور و فشار و اینکه اگه مهر نداشته باشم نمیتونم سر کار برم و پول بهم نمیدن و نمیدونم اینها مردم رو کشیده، بعضن هم مردم با این پراگماتیزم بین انتخاب بین بد و بدتر و با حاکمیت دیدگاه ملی اسلامی ها و دو خردادی ها بعضن رفتن و رأی دادن. این بار قضیه کاملا متفاوته. خود رژیم هم میدونه، آخوندهای مختلفی هم اومدن چپ و راست دارن میگن که مردم نمیان رأی بدن. یه چیزی شنیدم که داشتن خواستن پول بدن، 2 میلیون به هر جوونی پول بدن که اینا رو بکشونن بیارن پای انتخابات. این تنها راهیه که ممکنه یه دی رو بکشونن، و ولی این جمهوری اسلامی اینم میتونه از پشت سر بذاره اگر ما جلوش وای نستیم و اگر ما تلاش جدیتری برای زیر کشتنش نکنیم، خب اینم از سر میگذرونه. بعد مسئله سر این که اول ماه می و 8 مارس دو روز مهم آزادی خواهانه و برابری طلبان است و دو روز مهم کمونیستی سوسیالیستیه، همه دنیا میدونن این رو. و از سال 57 باید بگم 58، از اول ماه می 1358 چند ماه بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی، اول ماه می به یه روز مسئله برانگیز برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. هر سال با یه تاکتیک، با یه کلک، با یه فشار و سرکوب تلاش کرده اول ماه می رو اجازه نده که تشکلات مستقل کارگران و مبارزات مستقل کارگران شکل بگیره. پارسال یه جور خراب کرد، سال پیش یه جور. نمیدونم راستش، من نمیخوام اصلا این برم توی این نوع فرضیات که آیا اول ماه امسال مانیفست بزرگی میشه یا نمیشه. امیدوارم بشه، منتها اول ماه می ما باید تلاشمون رو بکنیم به عنوان یه روز سمبولیک، سمبول مبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه داری، علیه استثمار، علیه نابرابری، علیه فقر و برای دنیای بهتر. این اول ماه می، این رو باید ما تلاش کنیم که زنده نگه داریم. این رو ما باید تلاش کنیم که به هر شکلی که میتونیم گرامی بداریم و بروز داشته باشیم. حالا این چقدر قوی خواهد بود یا ضعیف خواهد بود، دشمنمون رو میشناسیم. یک رژیم جنایتکار، سرکوبگر، کثیف که خیلی هم زبل و کلکه و راههای مختلفی رو ممکنه امتحان بکنه که نذاریم شکل بگیره. منتها مسئله بر سر اینه که ما باید توی اول سال 9400 بتونیم با خودمون، یه تو ذهن خودمون یه تصویر حسابی بکنیم که بگیم 1400 رو تبدیل کنیم به روز مرگ جمهوری اسلامی. 1400 باید جمهوری اسلامی بره، 1400 دیگه نباید جمهوری اسلامی توش باشه. خب برای این باید چه کار بکنیم؟ و اینجاست که نقش فعالین رادیکال میاد وسط. اینجاست که نقش فعالین رادیکال برای سازماندهی، برای ایجاد وحدت و تکون خوردن و چگونه تکون خوردن میاد وسط. و اینجاست که اون نقش تعیین کننده رو اینها پیدا میکنن. اول ماه می یه روز مهمیه تو این روزهای 365 روزی که داریم در 1400. اول ماه می یکی از روزهای مهم میشه، منتها باید تلاش کنیم که جمهوری اسلامی رو تو این سال 1400 به سیر بکشیم. ممنون آذر ماجدی که با ما بودین. برای شما ایام خوبی را آرزو میکنیم. خیلی متشکرم. روز شما خوش.